پیگیری کتا زنگ جتا بل نه ده را دیانتی ده دانه ده دانه ده نسکه که خلاص لیکن شیر که هایتی طرف یا شیر یک بار تی روستایی که همشه مر دو بده نه. کمبود دارو در کشور که حداقل 97% از نیاز داخلی را صنعت داروسازی خودش تأمین می کند قدری عجیب و غریب به نظر می رسد، زیرا برای 3% داروهای وارداتی نمی بایست بازار داروی کشور دچار بحران شود. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد باید بررسی شود که چرا دچار کمبود دارویی از نوع داروهای تولید داخل شوید. برای بررسی این موضوع به داروخانه های سطح شهر میریم ببینیم اوضاع از چه قراره. دیگه آنتیبیوتیکای شربت که کاملا کم بوده اصلا نیست. الان چند مدت این حالا فکر کنی یک سال بی دلیلشو نگفتن چیه؟ دلیل چیزی نبیم، هرچی میپرسی میگه سهمی هست. بعد مریض مردم میان خب چی جواب میگن؟ نداری، تموم کرده نیستش، نمیاد، شرکت ها ندارن. یعنی فقط داروخانه شما هستش یا نه بقیه داروخانه همیشه؟ چیزی که من میدونم فکر کنم کل کشور کمبود سرم، کمبود آمپول، کمبود آنتی بیوتیک، کمبود شیر خوش، کمبود شدیده. الکلا چند قلم دارو سنم؟ چند قلم؟ از قلماش که خیلی زیاد، از دست در رفت. بیشتر همی آنتی بیوتیک ها با سرم ها. حالا حاضر اکثر داروها کسری بازار هستش، نایاب هست و واقعا پیدا کردنش و تهیه اونها و در اختیار مردم قرار دادن بسیار بسیار کار سختی است. قبلا در گذشته، حالا نه گذشته دور، 4 سال 3 سال پیش ما یه سری داروها رو کسری داشتیم به عنوان داروهای کسری و نایاب و داروی خارجی و لوکس بود. بسیار عادی بود برای کشور ما با توجه به تحریمایی که وجود داشت، این در واقع کسری بازار عادی بود. ما سعی می‌کردیم به شکلی با توجه به دریافت سهمیایی که از شرکت دارویی داشتیم این موارد رو برای بیماران تهیه کنیم. منتها در حال حاضر متاسفانه دیگه از حالت لوکسی خارج شده داروها و روی داروهای پایه‌ای و اساسی و ایرانی به وجود اومده. مثل چی؟ مثل قرص استامینوفن، شربت استامینوفن، شربت ایبوبروفن، داروهایی که کاملا ایرانی هستش و در واقع روتین مصرف هستش و واقعا ما در حال حاضر نمیدونیم چجوری میشه حتی اینا رو تهیه کرد و در اختیار مردم قرار داد. همین الان من بخوام مثلا یه کپسول ساده که اسمشو همه در واقع ایرانی ها میدونن، کپسول آموکسیسیلین، کپسول آزیترومایسین به عنوان چرک خشک‌کن، به طور کلی تمام آنتیبیوتیک هایی که مربوط به کودکان میشه، تمام شربت هایی که مربوط به کودکان میشه به طور کامل کسری بازار هستش. چند مدت اینو؟ ما در 1.5 سال گذشته بسیار شدید شده، ولی از تقریبا 2 سال پیش این اتفاق شروع شده و روی داروهای ایرانی در واقع اثرش رو گذاشته و میگم داروها داروهای بسیار روتین هست که مصرف همه حالا اقشار جامعه نیاز دارن به همچین چیزی. شما رو شون نده گره مایکر نی ما و ساختی نی شرکت یا شرکت ما رو بدین که ما شما رو بدین وقتی که نی مکل اچ کرد سروم نی آمپول نی هیچ. همکارم خانم دادکانی هم از ایران شهر گزارشی در مورد کمبود دارو فرستاده که با هم میبینیم. چند جا پرسیدی خوب نداشتن. خودمون کارگزار میگن دنبال این اصلا گیر نمیاد. هر داروخانه میری یک کلمش ندارن. ندارن؟ متاسفانه میگیریم اون درگیر. ما پنجمین داروخانه اونجا بودیم. پنجمیه میگه نمیدونه الان برده اینجا هست نیست. حالا شما هم پیگیر همین داروهاتون هستین؟ دارو نیست؟ نه هر داروخانه نیست. شما هم همینطور؟ حالا چند تا داروخانه رفتین شما این وضعی اینجا؟ داروخانه داریم میریم میام ولی مشخص نیست الان برداشتن رو نگاه میکنه ببینم هست یا نیست. اون بنجیم داروخانه اومدیم ولی این هم جوابی نداده نمیدونم هست یا نیست. داروخانه هم خب بعضی اقلام رو دارم بعضی رو ندارم. خب پرسیدین دلیلش چیه؟ کم بوده یا کم میاد از اون طرف را ما اینجوریه ما هم اونجوری گرفتاریم. متاسفانه اینجا در شهرستان ایران شهر چندین ماه هست به همین شیوه مردم مشکل تهیه دارو دارن اما هیچ کس پیگیری این مسئله نیست. شرایط بسیار سخته و واقعا من به عنوان کسی که توی این حرفه دارم فعالیت میکنم موندم که چجوری میتونم جوابگوی بیماران باشم.
علاوه بر نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه بهداشت و درمان بلوچستان، مشکل کمبود دارو هم موزلی شده بر این مشکلات. منصور کریم دادی، میارجل، چابهار.